سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چه کوکتل تی وی، امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. اما ویدیو چیه؟ اگه یادتون باشه چند روز پیش یه استوری گذاشتم، گفتم حرف بامزه‌ای دارید، سوال بامزه‌ای دارید، بگید بنویسید که یه ویدیو درست کنیم. این الان ویدیو اونه. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما سابسکرایب کنید، حتما سابسکرایب کنید که خیلی خوبه و تو زندگی کمکتون میکنه، کار خیر حساب میشه. و همچنین لایک و سابسکرایب این داستانا، هم چند بار گفتم این اولش داره لوس میشه، اما این داستانا یادتون نره دیگه، همیشه داریم میگیم لایک کنید، حرفایتون نره بدون هیچ معطلی. میریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب سوالا رو اینجا تو گوشی داریم، میخوایم بخونیم ببینیم که کی چی گفته و چی کی گفته و جواب بدیم، بخندیم اگه خنده دار بود. این داستانا اول همه مهزیار شاید رفیق پوتک خیلیاتون بشناسید، خیلی هم شاید از طریق مهزیار پوتک رو بشناسید. به هر حال سوال کرده که مهزیار بیشتر دوست داری یا پوتک رو. اصلا سوال سختی نیست چون واسهشون فرقی نداره هیچ کدومشون، بچه‌ها باحالین. اما تا ماه پیش پوریا رو بیشتر دوست داشتم، یه سری بعد و بالینا کرده، الان مهزیار رو بیشتر دوستش دارم. یکی نمیشه کدوم رو ترجیح میدی، M&M یا داداشش پیشرو؟ که فکر کنم منظورش به اون به هر حال مسابقه که رضا پیشرو داشته یکم فان شده بود، خیلی ها میگفتن اصلا حرفا میزنن، چون اون تو وقتی نظر پیشرو رو پرسیده بودن در مورد امینم گفته بود که my brother و اینجوری سر هم. فکر کنم منظورش اینه، ولی من داداشش رو ترجیح میدم پیشرو. یه سوال هست که خیلی ها پرسیده بودن، اول جا داره بگم یکم خلاق باشید، دوم که دیدم چند جای دیگه هم پرسیده بودن از حالا یوتیوبرای دیگه، اینجا هم پرسیدن. یکی نمیشه چرا به نه میگن نون ولی به که نمیگن کون؟ خیلی دلیل داره، اگه اونجوری میشد اون وقت باید به ر میگفتن رون، به د میگفتن دون، به ب میگفتن بون، میدونی؟ و اینجا هم نوشتم که یادم نره جواب. و چرا اصلا سوال اینجوری بپرسیم؟ میتونیم اینجوری بپرسیم چرا به ک میگن کاف، به ن نمیگن ناف، یا به ل میگن لام، به ن نمیگن نام، به ت نمیگن تام، به س نمیگن سام، به ر نمیگن رام، میدونی؟ چرا به قاف میگن قاف، به ت نمیگن تاف، به ی نمیگن یاف، به ش نمیگن شاف، به س نمیگن صاف؟ من اینجوری بود ریده میشد تو دنیا. برای من فکر کنم اونی که حالا درست کرده خوب درست کرده، یه تعادل نمیدونم حالا چه حسابی درست کرده و صدای قشنگی میده. از اون ورم با کلمات دیگه خیلی داستان نمیکنه، تک و تو کالا میکنن، برای همین حالا نمیدونم چی دارم میگم، ولی این فکر کنم جواب تو گرفته باشی. یکی یه جوک نمیشه که یکم طعنه‌آمیز بود، ولی خب یه جوری درست نشه ملتفتیا. مهدیار یه دونه استوری گذاشته چقدر پرکار شده، تتلیتیا تتلی یه روز آهنگ نداده، چقدر کمکار شده واقعا. خب راست میگن، حالا فکر میکنم ملتفت البته اونجوری هم نباید همیشه هی تند و تند آهنگ بدن، ولی امسال هم کمکار نبوده ملتفت، حالا مهدیار به خصوص، خود ملتفت که بوده و همیشه است، ولی مهدیار به شخصه فکر کنم کمکار نبوده، خیلی فکر کنم تو سال گذشته 27 8 تا آهنگو پرودوس کرد. یکی نمیشه اگه یه حیوان ماده بودی ترجیح میدادی برای فصل جفتگیری کدوم باشی؟ یکی نوشته فیت علی سورنا و نسیم چجوری میشه؟ به نظرم خیلی بد میشه و فکر نمی کنم چه خواهم فیت بدم. یه سوال غیر خلقانه دیگه هم داشتیم، خیلی نوشتن که آقا روی صندلی دکه، روی کی کیک، رو کدوم میشینی، کدومو میخوری؟ من تو رو میشینم رو اون دکه کیک رو میذارم تو صورتت که از این سوالو نپرس. نوشته اگه خواننده بودی کدومو دیس میکردی؟ خواننده که نه، رپر، و رپر بودم فکر کنم تتلو رو دیس میکردم، چون تتلو بعضی جا خیلی باش مخالفم و حس کنم دیس و دیسوزی بال میشد تتلو. یکی یه کلمه ای نوشته و گفته اینو بگو تون تون، کیپکو کوپکی. من استاد این کارم، خب مثلا تو انجام نوش کنید کیپکو کوپکی، 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 یکی نوشته با نسیم بریم یه شب بیرون یا سوگن؟ من ترجیح میدم با عشقم برم بیرون، اما نسیم و سوگن اون شب اجرا داشته باشم. اکثر سوالا خیلی مریضه، حالا رل داری چند سانت، این اون داشتی تجربه فلان، چه فرقی میکنه به حالتون؟ ولی یکی نوشته اگه دختر بودی با پوبون دوست میشدی یا مهراد؟ فکر کنم مهراد. میریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. یکی گفته بود نمیدونم چرا، یکی نویشه بود اینجوری وسط ویدیو بگو که میریم که داشته باشیم جالب بود، گفتیم اینم براتون. این خلاقانه بود. یکی نویشه یه سوتی آرتیستا تو مسابقه که کات کردی یا خیلی جلو خنده تو گرفتی؟ زیاد اونجوری نبود که تو حالا آرتیستا بخوان سوتی بدن، ولی یه بحثی بود با پوریا پوتک مسابقه دوم داشتیم میکردیم، یه بحثی رو خیلی رفتیم تو اوش، بعد یا همونجا کات دادم، گفتم این کات میشه نمیذاریم تو مسابقه، خیلی داشت چیز میرفت. یکی اون بود، یه دونه
که فکر می‌کنم همه دیدیم و خیلی زایه بود. من نمیتونم درست بگم فیوریت از قدیم زبونم، چون میگرفت همیشه عادت کردم میگم فیوریت و خب خیلی غلطه، یه لفظی شده برامون، معمولا دوروبری‌ها میدونن هیچی بهم نمیگن. بعد تو مصاحبه با کوروش، کوروش ونتون، سه میگفتم فیوریتات کدومه، هی میگفت قیافش اینجوری شد، من گفتم فیوریتات بود، بعد یه قاطی کرد فیوریت چیه، یک اون بود فیوریت چیه، منظور فیوریت دیگه. آره من حالا اینجوری لفظ هم فیوریت و سر همون مصاحبه کوروش هم اینجا کوروش دوربینش افتاد اونجا، خیلی خندیدیم. یه مصاحبه دیگه هم بود که پخش نشد، یه نفر دیگه اومد بالا به جز اونی که داشتیم مصاحبه می‌کردیم، بعد من اونو نمی‌شناختم، بعد قرار بود یه چیز کنیم، بعد یهو اصلا چی شده کیه چی، اون مصاحبه رو قد کردیم داشت کی تو چی شد اینا. این ستا فکر می‌کنم خیلی خیت‌ترینا بوده که چیز شده و فیوریت‌تر که دیدید همون فیوریت و همین. ما خیلی رو راستیم، همیشه همین چی می‌بینید خیال تو. یکی از دوستان نوشته رز بزرگشه میشه بیگرز. اینا دوستشم بیگرز این بالو و نمیشه بعدش چرا پیشرو اوایل به خودش گفت تیری پاک، نمیدونم شاید یه لول از تو پاک بهتر بوده فکر میکرده یا اسم میکرده یا دوستشه منظور رو بده تیری پاک. نوشته فکر کن فدایی با پیشرو میخوان فیت بدن تو رو دیس کنن، چجوری خودکشی میکنی بابا؟ چرا منو بعد دیس کنن؟ ولی اگه بخوام، یعنی اگه این اتفاق بیفته 100% اینجوری شین یوزا یکی نمیشه مسخری ترین آهنگی که گوش دادی 100% مارسفید، 100% عباس مارسفید. اگه ندیدین ویدیوش اینجا ها ریاکت کردیم فکر کنم دقیقا همینجاست، نهایت این بره حالا یا اینجا یا اونجا هست بهش ریاکت کردیم. فکر کنم مسخره ترین خواننده کل دوران بوده و هست و خواهد بود. یکی نمیشه فدایی به تجاوز کنه یا حسین؟ واقعا چرا باید به این چیزا فکر کنید؟ چی کار میکنید با خودتون؟ دقیقت اینه که یعنی چرا این سوال به ذهنت رسیده؟ یعنی یه روز تو حال هوای خود بودی و مثلا خود گفتی فدایی به من تجاوز کنه بهتر میشه یا حسین؟ بعد خواستی بقیه بپرسی چرا؟ یکی نوشته تا حالا شده به خودت بگی این رپر چقدر حرف مف میزنه؟ آره راست شو بخواهید اشم حرف شده، حالا من میدونستم، یعنی قبلا واسه من گفته بودش، حالا نمیگم، تعریف کرده بود، اصلا میدونستم و داشت هی هم میگفت، هی مصاحبه هم لایف بود بالا بودیم، هی داشت میگفت و هی میگفتم بابا ول کن دیگه آقا باش، بعد هی سوتی هم میداد خودش، یعنی یه چیز میگفت خودش اونو چیز میکرد، گفتم بابا هی میخواستم میگم ولش کن، هی من چیه میگفتم، خیلی خیت شده بود اون بود که بود، یعنی آره. یکی نمیشه امروز چند بار گوزیدی؟ نمیدونم اصلا شده اصلا در رفته. یکی نمیشه چرا فلانی آنفالوت کرد؟ نمیدونم و اصلا تا همین الانم نمیدونستم، ولی دوستشو آنفالو کنه دی به مچ حالا که نمیشه کامل کن نظر سر به سر سگا برگرد نری بگا. فیت با مونتی یا دیس با هیچ کس؟ فیت مونتی اگه قرار باشه بیاد پول بده بهت، خیلی پول زیاد باشه و شاید، ولی نه اگه پولی در کار نباشه ترجیح میدم هیچ کسو دیس کنم، باز حداقل یه نهایت جواب نمیده یا میگن او این مستقل اومده دیس کرده، ولی فکر میکنم با مونتی فیت بدی ضعیفتر از این داستان باشه. یکی نمیشه یا من میگم چرا اینا میپرسید؟ اگه دختر بودی و همه رپرهای رپ فارسی دعوتت میکردن شام بخوری با کدوم میرفتی؟ این دنیایی که توش میرید این سوالا رو به دست بیارید من خیلی دوست دارم. ولی همه که نمیشه همه از یکی خوششون بیاد که دعوت کنن، مگه اینکه چقدر خوب بوده یا نمیدونم، ولی احتمالا مهراد. خیلی سوالا بود اگه همجنس باز بودی کدوم رپر، اگه فلان، چرا واقعا چرا نمیدونم اصلا بهش فکر نمی‌کنم، خیلی سوال بود کدوم رپر رو مثلا همجنسگرا میکردی اینا، نمیشه اینا رو بگم، ولی یه دونه این وسط بود که دیدم و نوشته بود که اگه قرار بودی که رپرها رو پورنستار کنی کدومو میکردی، که 100% میگم تتلو، مطمئنم با آرزوش میرسی، جدیدنم که شروع کرده به استوری های سیکسی گذاشتن روی یوتیوب و فکر میکنم خیلی خوشحال میشد و حال میکرد، برای همین فکر میکنم تتلو. خیلی سوالا اکثرا یعنی حرفا اکثرا تکرار بود، یکی نمیشه چرا بشه میگن 16 یعنی به 6 میگن 16 به 6 میگن 16 به نه نمیگن 19
به همون دلیلی که به 15 میگم 15. 15 قبل 16 دیگه، پس بعد بگیم چرا به 16 میگن 16 که میگن 16 ولی به 15 میگن 15. نمیدونم ولش میگی چی شدم ولش. چرا نیموش داریم ولی نیگربه نداریم؟ بچه ها نوشتم پوتک یا فیمس هاجی؟ 100% بدون شک پوتک، شک نکن. کوکتل یا تکیلا؟ مسئله این است آیا آرام عاشق نوشیدنی کوکتل است؟ اینو توضیح دادم تو پرسش و پاسخ این بالا، ولی خب باحال گفتی. کوکتل هم خوبه، حال میده. تکیلا هم خوبه. و این بوده از حرفای بامزه که شما زدید یا باید میزدید که نزدید. بعضیا با Q&A اشیا گرفته بودن سوال کرده بودن، بعضیا با ویدیو ردر اشیا گرفته بودن بین این یا اون، و زیاد چیز بامزه توش نبود. یکم خلاق باشید، یکم اینقدر بیشتر شوخی میکنم. خوب بود؟ دروغ گفتم، اصلا خوب نبود، ولی دمتون گرم. امیدوارم که تو ویدیوهای بهتر که قرار بود اینجوری بسازیم بهتر بپرسید، بالترش کنیم، بریم جلوتر. و نمیدونم دیگه چی دارم میگم. دمتون گرم. خلاصه مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم بتونم شه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.